وقتی زندگی شهری پرسرعتی داری، به نظرم مهمه که به خودت استراحت بدی. من در طول دوران زندگیم هیچ چیزی رو شیرین تر از سفر نیافتم. من خیال دارم مسیری رو از دل ششمین استان پهناور ایران دنبال کنم، استانی که از موهبت مردمانی با فرهنگ‌های مختلف و همینطور اقلیم بیابانی گرم و کوهستانی سرد برخورداره، استانی که با کویر عجین شده اما خنک‌های وجودش آدم و سر شوق میاره، استانی که دیگه نوبت درخششش فرا رسیده و یکی از مقاصد گردشگری کشوره، با رنگین کمانی از آیین‌ها، خوراکی‌های بومی خوشمزه و محصولات صادراتی متنوع. و البته اماکن طبیعی و تاریخی بی‌شمار. به همین خاطر زندگی عادی مو رها می‌کنم تا خودم رو وقف این سفر خاطره‌انگیز کنم. در قلب کمش. چشماندازهای مصدع و فراخ کبیر در جنوب گرمسار زیباست، اما گذر از این پهنه عظیم در گذشته بسیار دشوار بوده. در دوره صفوی به دستور شاه عباس گذرگاهی برای عبور کاروانها طراحی شد که امروزه به جاده سنگ فرش عباسی معروفه. امروزه راه‌هایی که به نام راه شاه عباسی معروفند در واقع همان راه‌های شاهی میراث داریوش بزرگ هستند. پیتر دولاواله، جهانگرد ایتالیایی، هنگام عبور از این جاده سنگفرش به سمت خار که همان گرمسار امروزیه چنین میگه: پنجشنبه اول فوریه 2 ساعت قبل از طلوع صبح از خواب برخاستیم. راهپیمایی باید در جلگه انجام میگرفت که تا مدتی پیش عبور از آن بی نهایت با اشکال بود و تا شکم اسبان در گل فرو می رفته است، ولی اکنون مسافرت در کمال سهولت انجام می شود، زیرا به دستور شاه عباس در تمام طول این لجنزار که قریب به 5 فرسنگ می شود جاده سنگ فرش طویل و عریض و مستقیمی بنا کردند که واقعا بسیار جالب بود. کف این جاده با قلب سنگ‌های استخراج شده از سیاه‌کوه همراه ملات آهک مفروش شده. در ادامه این راه سنگفرش که برای کارهای تجاری و غیره استفاده می‌شد و عرضش تقریباً به 10 اسب می‌رسید، مکان‌هایی بود که رودخونه جریان داشت، رودخونه‌هایی که با آب نمک بودش و باتلاق‌های عظیمی رو ایجاد می‌کرد. مسیر سفرم رو در پارک ملی کویر ادامه می‌دهم، جایی در 50 کیلومتری جنوب گرمسار. این منطقه جزو مناطق حفاظت شده محیط زیسته و در گذشته شکارگاه بهرام گور بوده. اونقدر تنوع شکار در اینجا زیاد بوده که بهرام برای خودش قصری در اینجا بنا کرد. قصری که بعدها در دوره شاه عباس صفوی برای اقامت سلاطین صفوی در مواقع شکار و سفرهای شاهانه تعمیر اساسی شده. ظاهر بیرونی این قصر به شکل مربع و نمای اون از سنگ‌های بزرگ و منظم آهکی و سفید رنگه. این قصر بر سر راه جاده سنگی قدیمی و کاروان روی کبیری اصفهان، کاشان، مازندران قرار داره.
دیوارهای بلند این قصر از سنگهای بزرگ آهکی صیقلی شده سفید رنگ که از کوههای مجاور آورده شده. به دلیل قرار گرفتن این قصر در منطقه کویری، آب مورد نیاز از چشمه‌ای در فاصله 9 کیلومتری این قصر تأمین می‌شده. برای انتقال این آب، کانالی سنگی ایجاد شده که برای احداث اون سنگ‌های 1 متری رو به شکل ناودون تراشیدن که قسمت‌هایی از اون هنوز باقیه. قصر بهرام مربوط به دوران ساسانیانه و توسط شاه بهرام یا همان بهرام گور ساخته شده. سپس توسط شاه عباس صفوی ترمیم میشه و به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار میگیره. امروزه به نام کاروانسرای قصر بهرام معروف. روی این سنگ ها مطالب خاص نوشته شده، بعضی ها به حروف لاتین و بعضی ها هم به فارسی، بعضی ها کندکاری شده و بعضی ها هم نوشته شده. و یا علامت های خاص روش کندکاری شده. قصر بهرام آنقدر باشکوهه که تعدادی از باستانشناسان معتقدند بنای این قصر بیشتر شبیه کاروانسرای شهریه و شباهت کمی به کاروانسراهای بین راهی داره. بنابراین احتمال داده میشه که این قصر تنها برای اقامت سلاطین در مواقع شکار و سفرهای شاهانه بوده، نه محلی برای اقامت کاروانها. اما کاروان‌های تجاری و مردم کجا اسکان پیدا می‌کردند؟ به فاصله 800 متری از قصر بهرام کاروانسرای دیگری قرار دارد. کاروانسرای عین الرشید، مربوط به دوره ایلخانی. کاروانسرایی تک افتاده و نیمه ویران. فکر نکنید طاق کسراست، نه، قصر عین الرشیده و با مرمت داربستی میراث فعلا حفظ مونده. البته حال و روز کاروانسرای عین الرشید از این هم بدتر بوده. مرمت این کاروانسرای تاریخی با انجام استحکام بخشی پیها، شمع بندی برای حفاظت از تاقها، شیب بندی، جمع‌آوری و تخلیه نخاله های ساختمانی و مساله فرسوده اجرا شد. اینجا در میون نیزار چشمه بزرگ با آب شیرین و گوارای وجود داشت، یعنی بین کاروانسرا و پست نگهبانی شکارگاه. این آب به وسیله جویی به سمت کاروانسرا هدایت میشد تا درختها و گلهای کاروانسرا رو آبیاری کنه. اما امروزه جای اون گلها و درختان
خار و خاشاک رویده. همون جوی آبی که به سمت کاروانسرا میرفت و متاسفانه سفالاشو به این روز انداخته. این ادامه راه هست که میریم جلو و قسمتی از این لوله‌ها که در زیر خاک دفن شده خوشبختانه سالم مونده و ادامه داره تا داخل. یکی از شاهکارهای عمرانی دوره صفویه در منطقه سیاکو احداث حدود 7 کیلومتر کانال آبرسانی از چشمه شاه به کاروانسرای عین‌الرشید و قصر بهرامه و مقداری از این آب هم با همین لوله‌های کوزه‌ای به سمت آب انبار می اومد و به داخل این آب انبار هدایت می شده. متاسفانه سقف آب انبار از بین رفته، پله‌هاش هم که در حال خراب شدنه. والله حقیقتش نمیدونم چه چیزی سالم مونده. تا حالا تشنگی در کویر رو تجربه کردید؟ قطره آب در دل کویر حکم حیات دوباره رو داره. خب کافیه، از رویا باید خارج شد. اینجا دشت حاصلخیز خوزستانه؟ نه، یا شاید جلگه‌های سرسبز مازندرانه؟ نه، اینجا دشت گرمساره در کنار کویر داغ. وقتشه از کویر فاصله بگیریم و به سمت شمال بریم، جایی که سرسبز و سرشار از زندگی. این منطقه به دلیل قرار گرفتن بر سر راه باستانی گرمسار به مازندران از نظر تاریخی و نظامی اهمیت ویژه‌ای داشته، جایی که امروز کریدور ریلی شمال جنوب هم محسوب میشه. رودخانه هولرود با متوسط آبدهی سالیانه 270 میلیون متر مکعب مهمترین منبع آب کشاورزی و شرب مردم گرمسار از قدیم الایام بوده. هولرود از شمال رشته کوههای البرز سرچشمه میگیره و مهمترین تامین کننده آب دشت‌های گرمساره. جالبه بدونید تنها رودیه که در طول سال در استان سمنان جاریه. سرچشمه هولرود نمروده و پس از پیوستن با دلیچای رود پرآبی به نام هولرود رو تشکیل میده. این رود پرآب دل کشاورزان دشت گرمسار رو شاد میکنه. کشت انار در این مناطق سابقه دیرینه‌ای داره و به سبب خواصی مثل تصفیه خون، تقویت اعصاب و روان و رفع ناراحتی‌های کبدی، رفع اوره و کلسترول و سموم بدن، کشت اون بسیار مورد توجه اهالی منطقه قرار گرفته.
ما هر چی که میایم زمانی که بهار میشه گل میکنه خوشحالیم، خیلی سرحالیم از اینی که گل کرد، بار میده، بارش خوب بشه. موقع گل از زیبایش لذت میبری و موقعی که به بار میشینه، از بارش، از محصولش. هیچ حسی از شما تراوش نمیکنه؟ خب دیگه هر کسی یه چی داره. میگم من زیاد توی شعر و اینا کم دارم زیاد. این شعر بس بلدی؟ صد دانه یاقوت؟ نه اینی که خب بوده تو کتاب و... خب باید بگیدی که خب اینو باید بخونی برام. با هم هم بخونی. صد دانه یاقوت دسته به دسته، خوش رنگ و رخشان، با نظم یک دوست بیا. صد دانه یاقوت دسته به دسته، خوش رنگ و... با همه خواصی که انار داره، اما مثل این که روی حافظه بی تحصیل. مدرسه هم بودیم خوندیم، یاد گرفته بودیم، اینو یادم رفت. گرمساری ها از انار علاوه بر مصرف تازه خوری در تولید رب انار هم استفاده می کنند. از محصولات اصلی کشاورزی این منطقه پنبه، گندم، خربوزه، انار و انجیر. در قدیم به گرمسار خار می گفتن که یکی از ایالات ری بوده. معماری کبیری بسیاری از خونه ها امروز تحت تأثیر معماری بی‌هویت پایتخته، اما هنوز دو اثر تاریخی آبنبار بزرگ قجری و ساختمان باقری در این شهر حفظ شده. خانه باقری از خانباغ‌های قدیمی گرمساره که مالک اون از خوانین شهر به نام میرزا علی آقای باقری بوده. این بنا در اواخر عهد قاجار تأسیس شده. پنج قوم مختلف ترک، لور، کرد، عرب، گیلک بنا به دلایل مختلف، برخی به خاطر کوچ اجباری و برخی هم برای دفاع از دره خار به اینجا کوچ کردند. به همین خاطر گرمسار رو جزیره اقوام مینامند. این ساختمان در دو طبقه با تزیینات آجر خطایی ساخته شده و امروزه به عنوان موزه اقوام گرمسار استفاده میشه. سلام. سلام. حال شما چطوره؟ سپاسگزارم. خوبی شما؟ خیلی خوش آمدین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلامت باشید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. پریسا صبوری، کارشناس موزه، راهنمای منی. خیلی خوش آمدین. به همت میراث فرهنگی و دوستان بهار شهر گرمسار خیلی کمک کردن. اینی هم که به دلتون میشینه فقط به خاطر اینه که ما زندگی خود ساده و روستانشینی شهر گرمسار، اونایی که تو ایلات بودن، تو روستا هستن، اونو خواستیم نشون بدیم. حالا تو فضای اول تالار اولمون اینو به نمایش گذاشتیم. اتاقای دیگه‌مون هر کدوم به تفکیک جدا شده که مثلا تو چه قالبی هست، هدفش چی بوده، که میتونیم به اتفاق تشبیه بدیم. اینجا غرفه مشاغل ما هست. چون اقوام مختلفی اومدن توی شهر گرمسار، هر کدوم با یه شغل خاصی. با توجه به اینکه شهرستان آرادان قبلا یک پارچه با شهر گرمسار بود، یه مشاغلی هم هر دو شهر رو مثلا پوشش میداده. مثل همین آهنگرمون که خواستیم توی این قالب مجسمه نشون بدیم لباسای آهنگرا اصلا چه جوری بوده. نشون میده اصلا زیاد داشت. ایلاتی که ما داشتیم به هر حال اوسانلوهامون و ایلیکایهامون یه عشایر هستن، عشایر کوچرو هستن و عملا از اسب و شتر و قاطر و اینا استفاده میکنن و خب مسلما کار زیادی هم با آهنگرمون داشتن. و این آقا هم که مشخصه دیگه، نشون میده که سلمونی هستن و سلمونی های دورگرد. کارشون هم کاملا از ادواتی که کنارش گذاشتیم مشخص هست، یعنی هم تیغه های نیشتر و یه سری تیغه هایی که برای مصارف پزشکی استفاده می شده، هم کلبتین یا کلبتین که برای دندون پزشکی هست و خب اصلی قضیه که مو اصلاح می کردن و با اون کاسه خیلی قشنگه. خب این یعنی نشون میده که ایشون کشاورزه. بله، با ابزار کشاورزیش. درست آقا؟
عمده ترین و مهمترین شغل مردم ما کشاورزی است. همین الانش هم ما دکتر داریم، مهندس داریم، معلم داریم، اما شغل پدری که کشاورزی زحمت کشی بوده هنوز همشون به قول خودشون ملک آبا و اجدادی دارن. این کشاورز درست، ولی این باید باغدار باشه. همین طور هستش که ما دو جور ترازو رو گذاشتیم، ترازوهای چرمیمون و ترازویی که بهش میگن قپان تو زبان آبیانه که برای کشیدن گندم و جو و پنبه و اینجور یعنی نشون میده که بله. منطقه شما بله. کشاورزی و باغداری رایج بوده و مردمشون تجارت هم میکردن. کل اقوام لباسهاشون با رنگهایی که بوده ما اینجا گردآوری کردیم، یعنی ترکامون، کردهامون، لورها، عربها، گیلکها و بختیاریهامون من خواستیم احیا کنیم مجددن اون پوشش های کامل. شما دقت بفرمایید لباس ها کاملا پوشیده است، نه آستینش بازه نه یقه بازه، هیچ کاملا مشخصه. هم پوشش و ظاهری رو حفظ کردن، هم رنگ ها رو کاملا توش رعایت کردن. ما الان همه کت شلوارای تیره، خانم ها مانتا شلوار تیره، ولی توی لباس اقوام گذشتمون به این صورت نبوده اصلا. صدای نازکش خدا دل پاره می کرد، صدای نازکای چشمای خمارش شراب ارمنای بیچاره می من مهمان یک خانواده خونگرم علیکایی هستم. بزرگ خانواده با نوای دشتی به من خوش آمد میگه. نگار نازنین گرنگولی من مزن گفلای موهبت بر دل من، اگر باران و سی روزی ببارد نمی شورد محبت از دلای من. خوش آمدگویی به سبک علیکایی ها که تموم میشه، سفره شام برپا میشه و ما حرفامونو سر سفره میزنیم. حالا آقای درخشانی، کلن این تایپ علیکایی از چه تاریخی به منطقه خاری و گرمسار اومدن؟ والا پدران ما میگفتن در حدود جدهشون مثلا 2300-400 سال پیش از همون شمال و حساب همون چالوسی ها همون حساب میداره بلده اینو بلده میاد 2300-400 سال پیش از اونجا انتقال پیدا کردن اینجا و همینجا موندگار شدن و یعنی به همراه دامشون آمد اینجا چون علاقه به دامداری داشتن اینا. گاوداری داشتن یا؟ نه نه گوسفند، گوسفند شتر 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 و گوسفند داشتن اینا اینجا میامدن همینجا موندگار شدن دیگه آمدن اینجا و همینجا موندگار شدن. کلن این طایفه به چه زبانی سخن میگن؟ این زبان شما فارسیه یا؟ نه امریکاییه دیگه. امریکاییه یعنی؟ گیلکی مثلا داده گونن که سبزری گفتن ایلاجم بومو خب حالا چهار پنج تا بومو بودن بعد یه سری هم دقیقه میکردن پایینی مثل که ماشین بزر گفتن شما همه طرف برده. زبان علیکایی شبیه زبان تبری مازنی به ویژه سارویه. لا بابا همه رو گفتن ماشین بزر همه بدبخت مالش غیر دویشت بابا حسین نزدانی بیشاره مثل چهار سال بیش حاجی آباد بعد اون نیزده تاشو بکشته. شده گاهی وقتا تحشینش خراب بشه؟ نه خیلی کم. تحشین من حرف اولی میزنه. روز بعد من به کوهستانی از نمک میرم. گرمسار از دیرباز به عنوان یکی از مناطق تأمین کننده نمک شور کشور شناخته شده.
دارم به سمت غار نمکی میرم. اینجا به جای اینکه پات رو سنگ بذاری روی نمک های بلوری میذاری و اگه بدونی چه شکل های زیبایی رو ایجاد کردن. برم به سمت غار. سنگ نمک در اثر آب باران به صورت رگه های نکتیز و زیبا در اومده. فکر نکنید من در یه سیاره دیگه هستم، نه، روی کره زمینم و در اطراف گرمسار. بعضی ها لباش اینقدر تیزه که دستتو میبره. خیلی حدود 10 ساله که از معادن گرمسار نمک استخراج میشه. یکی از این معادن به شکل کوه و به غار نمکی گرمسار یا غار نفت دره در کوه اژدهای گرمسار معروفه. غار نمکی گرمسار در واقع معدن متروکه کوهدشت گرمساره که به واسطه استخراج نمک در طی سالهای قبل به صورت تونل‌های تو در تو در اومده. اینجا در واقع یک معدن متروکه است. هوای این غار از اونجایی که از لایه‌های نمک عبور می‌کنه بسیار پاکیزه و سالمه و در گرمای تابستون برودت دمایی داره. در ادامه من از یک معدن نمک فعال دیدن می کنم. معدنی عظیم که عین اتوبانه، محل رفت آمد تریلی هایی با بار سنگ نمک. لغزنده است، انگار روی برف داری راه میری. بعد آقا میزنه نمک میده بعد میره جلوتا. بیا کافیه دیگه. خورده صخره نوردی دیده بودیم ولی نمک نوردی رو من اولی بار تجربه دیدم. خیلی کارتون سخته. شما دو نفری یه دستگاه داری. چرا؟ یه مقدار ایشون کار میکنه یه مقدار شما. بعد در روز چند تا از این سوراخ ها میزنیم؟ با هم آب سنگینه بعد. یه دونه آزمایش کنیم با هم. یه دونه بزنیم ببینم. یه دونه؟ آره هم یه دونه کنیم. خوبه خوبه. اینجا نمونه اون کاری که اینها انجام میدن. این سوراخ ها رو ایجاد میکنن. بعد از اینکه این سوراخ ها ایجاد شد انفجار صورت میگیره و توش کافته میشه و به جلو میرن و نمک رو استخراج میکنن. معدن نمک رو با کارگران سخت کوشش با دستگاه مدرن پایین بر ترک میکنن. خیلی
وقتش مهارت سوارکاریمو به رخ بکشم. به دستور مربی اول ایمنی. این کلا رو کلا سرمون گذاشتن. دو بس باید نرم. خوی خیلی اصلا یه لحظه بذار چهار پایه براتون بیارم. اینقدر برای مبتدی ها چهار پایه میذارن و من آماده شدم. نوک پا داخل رکاب. خب برای ایستادن باید چیکار کنم؟ دست جلو به این صورت درسته. به این انگشتاتون رد کنید. بله. انگشت آخر. مرسی. خب. بعد دست جلو دیگه. بله. پشت ساق. بخواد وایسه. پشت ساق. وایسه. خب. نه. همین. همین. میکشی. نه واردم. خوبه. این باشگاه سوارکاری یکی از بزرگترین پروژه‌های ورزشی گرمساره که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهره برداری شده. ترمزش اینه. این استارتشه. ترمزشه. خیلی جالبه نه؟ اصطلاحش هم فقط یونجه است. همین. خب. من. چطور شد به این کار علاقمند شدی؟ من از بچگی اسب داشتم. کلاس دوم دبستان اسب داشتم. بعدم این یه توی خون ما ایرانی ها تقریبا اسب هست. میگم ما تقریبا 100 سال از اسب دور شدیم. یعنی پدران ما نه پدر بزرگان ما همشون اسب داشتن. یعنی تکنولوژی اومد تو زندگی ها باعث شد که انسان ها یه مقدار از اسب فاصله بگیرن. خاطر اسبای بیرون هم دوست داره بره بیرون. بیا پسر آروم آروم. ای شیطون داری از پشت پنجره چی رو میبینی تو؟ معمولا اسبی که به سمت عقب گوشش بخوابونه اسب گازگیریه. اسب به سمت گوش به سمت جلو باشه آرومه. این گازگیره که اگه نه اون یه لحظه اولی که میاد جلو ولی اسب آرومه. این آقا پسر شهابه؟ بله این شهابه. چطوری شهاب؟ تو رو بیرون نگوردن؟ نه؟ ترکمنه. ترکمنه؟ اینا مالک دارم. بله این مالک داره. مالکش میاد معمولا نازته برم. آه اینجا امانت میمونه؟ بله امانت. اینجا پانسیون میشن این اسبا بعضشون. اینشون اسبیه که پانسیونه ما. مژگان مادیونه اینجاست. عرب کرده و الان بارداره که سوارش نمیشه. مژگان به ابرو میزنی پیرم کرد پیرم کرد پیرم کرد غمش قد به خدا سیرم کرد سیرم کرد سیرم. قیصر. وای نریون بسیار آروم. خون 100% خالص ترکمن و اینو برای کشش ازش استفاده میکنیم. اسبی که سوارش نمیشیم. این قیصره. بله. فرمانش کجاست؟ برای نسل کشی. فرمانش کجاست؟ فرمانش کجاست؟ بچه های ایشون میشن دیگه. اسبای عرب خیلی زیبا نه؟ خیلی زیبا. معمولا گرونترین اسبای دنیا هم عرب هستن. این گوشه چقدر قشنگ جلو آورده. اسبای عرب معمولا یه قوسی رو پیشانیشون هست که این قوس هرچی بیشتر باشه رو قیمت اینا تاثیر میذاره. این از یال. بله کره میراجه. میراج پدرش قهرمانی زیبایی ایران رو داره. بله میراج یکی از اسبای معروفه و یال کره اسب میراجه. اینا برای سواری استفاده میکنن؟ نه اصلا فقط زیبایی. اینا فقط برای زیبایی میرن. این وقتی دست میکشم چشاشو چقدر قمار میکنه نگاه کن. بله از قدیم در کاروانسرای صفوی دهنمک که در 40 کیلومتری شرق گرمسار قرار داره من به دیدن نوازنده فولکلور گرمسار میرم. استاد علی گیلورد. من اصلا وارد گرمسار شدم گفتم حتما باید برم آقای گیلوردی رو ببینم. آی سازت آی سازت میگه جان منه. نه این ساز چیه؟ این جان ساز جان منه. این جان منه. آره واقعا جان منه. این ساز واقعا جان منه. شاید که بفرمایید من برات میخوام یه تیکه بنوازم.
ناز نفسه. میگن آنچه از دل براید بر دل نشیند. مقصد بعدی من روستای هدف گردشگری پاده است، در 4 کیلومتری شمال شرقی آرادان. پاده یادآور تاریخی کهن و با شکوه در دل کبیره. یونس شاه حسینی که پژوهشگر تاریخ محلیه در این قسمت همراه منه. اینم قلعه پاده. بله، قلعه عظیم، بزرگ و نظامی و دژ پاده که محل نگهبانی از جاده ابریشم بوده یا جاده قدیم شاهی در دوره اشکانی، که اینجا 3 طبقه هست. همچنان که میبینید یه طبقه مسکونی در همین قسمت طبقه اول هست و یه طبقه زیرین داره که یه راهرویی که میبینید به صورت اوریب میره داخل زیر زمین که محل نگهداری انبار آذوقه و آب و استراحت سربازان بوده، و طبقه بالاییش هم که بیشتر برج‌های دیدبانی هست، یه قسمت‌های از اون رو هم هنوز هم میشه دید و با اون نمای دیدبانی برج دیدبانی. برای حفاظت از جاده ابریشم و یا حفاظت از قلعه. بله. مهمترین و قدیمیترین اثر تاریخی پاده قلعه عظیم و ستبر اونه. با توجه به عظمت و نوع معماری این قلعه و قرار گرفتن در کنار راه ارتباطی قدیم، میتوان گفت قلعه پاده در دوره ساسانی یکی از دژهای نظامی بوده. این قلعه تا حدود 70 سال پیش مورد استفاده اهالی منطقه قرار میگرفت. این به اصطلاح طبقه زیرزمینی، درسته؟ این جایی که آذوقه و یا اسباشون میبستن شاید. اینجا هم در ورودی طبقه زیرین قلعه بوده که از طبقه اول منتهی میشده به اینجا، و از اینجا حالا قسمتاش تخریب شده و قابل ورود نیست که به طبقه زیرین، چون ریزش کرده کلا تلمبار شده خشت گل و خاک اینجا دیگه. یعنی محل نگهداری آذوقه و آب آذوقه و استراحت سربازان احتمالاً بوده. درسته. صفای کوتاهی هم. بله. خب خوشبختانه این قسمت راه باز شده، میتونیم. بله. از اینجا میتونیم. زمین خارج چی؟ بله. بریم طبقه هم کف. و خارج از قلعه هم پس زندگی میکردن. بله. خونه‌هاشون هم از خشت و گله. بله. خونه‌های قدیمی این روستا همش خشت و گل و با تاق ضربی هست. معماری کویری معمولاً به همین صورت از خشت و گلی و با تاق ضربی هست. به خاطر خنک شدن در تابستون تهویه طبیعی هوا رو در داخل ساختمان انجام میداده این تاق ضربی به صورت قوسی. این کار کولر امروز رو اون زمانی سقف انجام میداد. سقف انجام میداد و قطر خشتش هم حدود 30 سانت بوده که گرمای هوا رو به داخل هدایت نمی‌کرد، عایق بوده. حفظ نماها و بافت تاریخی روستای پاده و وجود ساختمان‌های قدیمی با معماری‌های کهن جلوه خاص به این روستا بخشید. بقایای ساختمان‌های قدیم و صاحبان رفت. رفتن. بله، اینم کوچه‌های قدیمی پاده. حالا این قسمت مخروبه شده، مردم از اینجا رفتن و قسمت‌های دیگه روستا الان ساکن شدن. ساختمان ساخت چقدر زیباست. کوچه‌های کاهگلی قدیمی. بله. بعد شغل مردم اینجا چی بود؟ شغل مردم اینجا بیشتر کشاورزی و باغداری بوده، مخصوصا پرورش انگور اینجا خیلی معروف بوده. 7-8 نوع انگور خاص تو همین روستا پرورش میدادن. البته دامداری هم داشتن اینجا، اما بیشتر رو پرورش انگور خیلی تبهار خاصی داشتن اینجا. این کوچه خیلی قشنگه. بله، کوچه های قدیمی. کوچه حوری داشتیم، کوچه مطرب ها داشتیم، و الان انگور داشتیم، نه باغات انگور داشتیم. الان نه کوچه حوری هست، نه مطرب ها هست، و نه خبری از باغات سرسبز انگور. و این چیه؟ این شکل گنبد خدمت شما شود که این آب یخچال قدیمیه پاده هست که یخچال، یعنی یخچال، یخچال یا یخدان میگفتن، یخچال میگفتن. زمستون یخ تو این انبار میکردن و تابستون از اواسط خرداد به بعد هوا گرم میشد، از شهریور از یخ اینجا استفاده میکردن برای استفاده. حالا یخ رو بوده میکردن، یخ و زمستون اینجا آبو میبستن توی یه حوضهای کوچیکی، یخ تولید میکردن، بعد
توی این انبار میکردن. یعنی به کمک هوای سرد زمستان. هوای سرد زمستان یخ تولید میکردن. یخ تولید میشده بله. برای تابستون ذخیره میکردن. این هم حمام قدیمی پاده معروف به حمام کربلای خدیجه. شخصی بوده که اینجا رو وقف کرده و ساخته و به عنوان عامل منفعه مردم ازش در طول سالهای گذشته استفاده میکردن. و چرا زیر زمینه؟ این به خاطر حفظ گرما و سرما که خیلی گرمای بیرون و سرمای بیرون مخصوصا تو زمستون نفوذ نکنه به داخل حمام. ای من ظاهر مرمت شده رو دیدم گفتم امروزی حمام میکنی. نه آبی هست و نه دلاکی و نه هیچ وسیله هیچ ولی خب بله جای آدمای قدیم هست اونجا داره رختکن حمام بوده و پایین هم جا کفشی هاشون بوده که کفششون اونجا میذاشتن اینجا هم پاشویی بوده پای میشستن اینجا لباسی حالا اگر خزانه‌ای بود دیگه این حمام از این حمام های قدیمی خزینه‌ای بوده خزینه قسمت پشت قسمت هست بر این حمام خزینه‌ای بیش از 120 سال خدمت داره. مساله به کار رفته در این حمام شامل سنگ، آهک و ساروجه. حفظ گرمای داخل حمام. چه راه باریکی داره؟ بر دالونای باریک تو در تو. اینجا دیگه وارد خود حمام. خزینه آب گرم حمام. به به به. خب الان احساس کنیم که داخل آب گرم خزینه هستیم. بله. و خودمون رو شستیم، می‌خوام خارج شیم. بله. کسی بود که برای ما یه دلاکی بود اونجا، معمولا صداش می‌کردن که حوله بیار یا خشک بیار. خشک بیار. گردشگری میتونه نقش ویژه‌ای در اقتصاد، پیشرفت و همچنین اشتغال پایدار جوامع روستایی مانند پاده ایفا کنه و در نهایت به مهاجرت معکوس این بار از شهرها به روستا منجر بشه. اما فقط گردشگری نیست که پول سازه. این تخم‌ها هم سود سرشاری به صاحباشون پیشکش میکنن. تخم تبدیل به جوجه میشه. جوجه ها میک میک میکنند و بزرگ میشن و به شترمرغ تبدیل میشن و شترمرغ ها هم به پول. اینجا مزرعه پرورش شترمرغ در غربی ترین بخش استان سمنان یعنی شهر ایوانکه. شترمرغ بزرگترین پرنده زنده دنیا است و تخم اون نیز از هر پرنده زنده دیگه ای بزرگتر. غذا بیارم؟ نه نیاز نیست، میان نوک میزنن به دست ما. نه ترس، هم نوک، هیچ کاری ندارن. گاز نبوده گیری ها؟ هیچ کاری ندارن. هیچ کاری ندارن. اوه خطرناک هیچ که؟ نه، اینا هنوز بالغ کامل نیستن. آره. ولی احتیاط لازم باید انجام. بله. بعد می‌بینید جناب خرید چه پرای زیبا و قشنگی داره. در این سن. نه سن بزرگتر هم میشن همینطوره. اگه تغذیه‌شون کامل و درست باشه. نه همه نرن؟ نه. مشکی‌ها نرن، خاکستری‌ها مادن. این ماده است. شما که سر و کار دارید. الان میتونید ارتباط برقرار کنید با این رو؟ آره اینا مشکلی ندارم، میتونید نزدیک بشید. آره کاری ندارم. خب یه دونه شما آزمایش کنید بعد منم بتونم تجربه کنم. آزمایش که خب اینا الان من اینکه بیستیم اینا بیا نزدیک ما. دقیقاً صورت نه. نه فرار میکنن. از کجا وارد ایران شده؟ شرکت ما در واقع اینا رو حدود 16 سال قبل از کانادا وارد ایران کرد. اینا نژادشون کاناداییه. اصلاح شده است. بله، اصلاح نژاد شده است. یعنی نره ماده است؟ این ماده است. ماده خطرناک نیست. نره خطرناک. آره، نره بیشتر خطرناک. نازو برم. بیا، بیا. فرار میکنه. نازی. بیام به شما منوستر یا من. بیا قربونت برم من. بیا. اه؟ چرا میترسی؟ من کاریت نهارم. دست میتونم به گردنش بزنم یا نه؟ نه، خوراکی ندارم من. شوخی ندارم، خوراکی ندارم. تعداد خاصی رو در یک راه رو گذاشتید. خونه هاشون متفاوته. چرا؟ شترمرغ در واقع این جایگاه بهش ما میگیم یه پن. که در واقع یه خانواده تشکیل شده. این خانواده دو تا ماده داره، یه دونه نر. بله. یعنی میشه گفت دو زن دارن. تا
تقریبا بله. با مجوز یا بی مجوز؟ با مجوز. بله. خیلی قضا میتونیم بگیریم ازش. الان احساس خطر کنه حمله میکنه این نر تو حالت گارد گرفتنه. درسته. این حالتی که الان هست. بله. یعنی یه مقدار به جلوتر حمله میکنه. حمله میکنه و حمله. یعنی شما رو نمیشناسه. اصلا. پس بسیار بی‌نمکه. خب دیگه به هر حال.